نه آقای کیامد کی فداش آمد؟ نکن کیامد، یه لحظه من چیزی آقا زرو این برنامه آقای بود. اشکان من آوردم بالا قول داده و به حال بده برسی صحبت بکنه، فقط دریوریست نیا. ببین چون یه بار دو بار من ایشونو آوردم فوش داده، ایشون هر گونه انتقادی به ما داره مطلق مطلق آزادی که انجام بده ولی فوش نباید بده. خب من ببین دیگه چقدر سابقهش بعده که مجبورم اینو بگم. خب بگو شما ببینم آقای یغما. ببخشید کیامرز ناکن ببین بی شرف شدی که فوش نیستی. آقا ولمون کن آقا کیامرز، نه گفتی آقا یه فوشه ای گذاری بگذاریم ولش کن آقا کیامرز. این یک مغلطه و دروغ و پروپاگاندایی که اینا میکنن، من مشکلی ندارم. حالا یک سری از دوستان مثلا میان به ما میگن مصدقی و چپول و این دوستان به من میگن، من خودم دیگه میشناسنم تو این فضا. من گرایش سلیقه شخصیم تو بحث شاکله، بحث مشروطه است، شکل مشروطه رو دوست دارم تو بحث شاکله بکنم، ولی دوچار پروپاگاندا اینا نمیشم که بخوام به موجب اون چیزی که سلیقمه دروغ بگم. 194 تظاهرات پی در پی، در بین این 194 مورد 3 بار اسم پهلوی آورده شده و در بین این 3 بار 2 بارش گفته رضا شاه روحت شاد و 1 بار گفته ای شاه ایران برگرد به ایران. از 194 اعتراض. خب این یعنی برای چی من اینو گفتم؟ برای اینکه این رو هم بگیم، اگر اونها خودشون رو گول میزنن ما هم شبیه اونها خودمون رو گول نزنیم. مردم ایران به فراخوان یا به نظر یا به خاطر این شخص نیومدن بیرون که به خاطر بیعملی این شخص با یا اون جمله خاص اون شخص برن داخل. این راجب ایران نیست. اینی که داره این حرف رو میزنه خودش باید بدونه داره چی میگه. اون دوچار استاندارد دوگانه هست. تو نشو آقای یغما. البته من بهت بگم، من همیشه سعی میکنم در قضاوت جانب عدالت رو نگه دارم، حتی اگر فرض ما بر این بگیریم 3 بارم گفته باشن، کس دیگر دوبار نگفتن، یعنی بازم ایشون با یه فاصله زیاد اوله، حتی ولو اینکه 3 بار از 190 نه 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 شما بعد متوجه شما درو اصلا بگو از 2000 تا 3 نه 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 دقت کنید دقت کنید نه نه دقت کنید من نگفتم که اسم ایشون رو 3 بار بردن در جریان خیزش و تظاهرات. 194 تظاهرات پی در پی، کلمش رو هم گفتم، پی در پی 3 بار اسم ایشون رو بردن. من مشکلی ندارم، کاش که اسم ایشون رو بیشتر می بردن، هر 194 بارش می بردن و ایشون به موجب این صدا حرکتی می کردن. من به این موضوع کاری ندارم. من در این موضوع صحبت می کنم که شاهزاده تو این موضوع، حالا که بحث این رو میکنن که مردم یک پیامی رو میخواستن برسونن و الان برگردن به خونشون، این پیام برای گفتمان خارج از کشور و گفتمان اپوزیشن و اون اپوزیسیون خارج از کشور، این گفتگو سمه. اما این رو هم باید در نظر بگیریم که داخل ایران به خاطر این شخص یا به خاطر اکت این شخص یا به خاطر نظرات و عمل کرد و متد این شخص بیرون نیومد که به موجب یه دونه نظر اشتباهی این آدم برن داخل. داخل ایران فضای انقلابی فراز و نشیب داره. انقلاب فرانسه 10 سال طول کشیده، همینجوری یه روزایی میومد که همه چیز آروم بود، همه چیز آروم بود. یعنی اینم بگیم که اگه انقلاب در داخل فروکش کرده، مقصرش اصل داستان این آدم نیست به موجب اینکه این حرفو زده. شاید اصلا نه نه موضوع اینا اینه که آقا جان، آقا با بهنام بهشتی اینجا چه بلایی شد؟ خب چه موضوعی شد؟ میدونی اینایی که اومدن گفتن خب راهی ما نداریم به جز کمیته، اومدن اینا رو مزدور کردن، خب گفتن نه شاهزاده میگه مبارزه مدنی، ولی وقتی که به تنگا گیر میکنه میگه نه نرفتی تو خیابون، ناموستونو دارن میبرن فلان میکنن به خاطر شما بی عرضا. کسی که داخل هلند نمیتونه یه حرفو بزنه یغما. نه خب کسی هم که میاد نمیدونم ممنونم. بذارید آقای عالی پیام صحبت کنه و بعد آقای اشکان و بعدم میریم برای آقای بهروز. بفرمایید آقای عالی پیام. درود. ببینید دوستان، درسته که مردم به فراخوان ایشون نیومدن به خیابون و توی خیابون هم ایشون رو فریاد نزدن،
ولی ما نقش تخریبی ایشون رو نباید فراموش کنیم. همین قضیه وکالت، دقیقاً وقتی این قضیه وکالت شروع شد دو قطبی شد، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، فوش و فوشکاری ها شروع شد، تخریب ها شروع شد و باعث یک سری یأس و سرخوردگی در مردم داخل شد که امید داشتن به اپوزیسیون. یعنی چقدر هی قبل از اینکه اون پیام مشترک ژانویه داده بشه توسط اون 8 نفر و بعد اون کنفرانس دانشگاه جورج تاون تشکیل شد، مردم خوشبین بودن، خوشحال بودن به اینکه آقا اپوزیسیون خارج از کشورم داره همراهی میکنه. خب وکالت من به جرئت میتونم بگم خابوند حرکت کف خیابون رو. بسیاری وقتی اون فوش و فوشکاری و تخریب ها شروع شد، بسیاری از نیروهای کف خیابون که با من دارن کار میکنن گذاشتن زمین، گفتن دیگه ما گفتم چرا؟ گفت ما بریم کشته بشیم، این آقا بیاد بشینه سر کار، ما نمیریم. از خیلی ها شنیدم که برای چی ما داریم جونمونو میدیم. نقش تخریبی، شما ببینید دوستان، شما 85 کیلو آدمی، یه دونه ساس تو رخت خوابت باشه نمیتونی بخوابی، اون ساس نیم گرم هم نیست ولی مانعه. شما داری از کوه میری بالا، یه سنگریزه اندازه نخود تو کفشت باشه نمیذاره بری بالا، مانعه، لنگ میزنی. نگیم که خب حالا ایشون که خب وزنه نیست چجوری میتونه مانع انقلاب باشه. بله یه آدم میتونه مانع انقلاب باشه و نقش تخریب ایشون اصلا انکار ناپذیره. من در این رابطه خیلی حرف دارم، باقی تا صبح میتونم حرف. خب ایشون حرف میزنه، فعالینم رو حرف این میان فعالیت میکنم. ببینید من دو سه تا مورد اجازه بدید. آقای آلپایا من موردی رو گفتن، من آقای آلپایا ما باید بشینیم صحبتی بکنیم که این صحبت با حقیقت منطبق باشه. واقعیتشو من دارم به شما میگم بدون کوچکترین سوگیری. در مورد خوابیدن انقلاب ایشون مقصره، ولی نه از اون زاویه‌ای که شما میگید. من رو بهتون میگم چرا. ببینید مسئله وکالت رو ایشون هرگز مطرح نکرد، چون من فردی هستم که از روزی که انقلاب شروع شد مثل خود شما ساعت به ساعت، من خواب و زندگی نداشتم، ساعت به ساعت اینو دنبال میکردم. روز 17 ژانویه آقای سعید حافظی به پشتوانه آقای احسان کرمی این پروژه رو مطرح کرد. اصلا این پروژه در واقع ربطی نداره به شاهزاده، یعنی به هیچ عنوان، اصلا خودش دوست داشت کنار وایسه، یعنی اون نشسته بود داشت ماست میخورد یه گوشه، وسط اصلا نبود که بخوام بگیم الان اومده وکالت رو مطرح کرده. وکالت یه چیزی بود که بهش در واقع محترمانه تحمیلش کردن، یعنی اومدن طرفو گذاشتن تو سکنجی، گفتن شما، ما میخوام بهت وکالت بدیم. خب اصلا نیست، اصلا حرف وکالتی وجود نداشت. اومدن گذاشتنش تو سکنجی، گفتن الان ما اومدیم به شما وکالت میدیم، یعنی بدون اینکه اصلا ایشون گفته باشه من هر بار رفته گفته من رهبر نیستم. اومدن این وکالت رو دادن، این وکالت رفت رسید به 440,000 تا. ایشون موقع من یادم شهر کلن بودم، حتی یادم در گوشه یکی از دوستان گفتم ایشون هنوز که هنوزه هیچ پاسخی به این جریان وکالت نداده، به نظر شما میخواد چیکار بکنه؟ ما رفتیم یه ساندویچ خوردیم برگشتیم تو تظاهرات، وسط تظاهرات بود، برگشتم تو تظاهرات یکی از دوستان گفت همین الان توییت زده گفته من متشکرم که به من وکالت دادید و واکنش نشون داده گفته من قبول میکنم و پیگیری میکنم. بنابراین ایشون توی فشار واقع شد این کارو کرد. اما اینی که شما میگید خوابید، خوابیدنش به این علت بود که ایشون بعد از اینی که مردم داشتن بدون قیام مدنی، بدون پرسکریپشن یا نسخه قیام مدنی جلو میرفتن، یهو ایشون اومد و دوباره این دنده رو کشید برگردون عقب، دنده عقب برگردون، گفت از همین الان شما با قیام مدنی برید جلو. یعنی برگشت به همون گفتمانی که 40 ساله، 30 ساله، 20 ساله، 10 ساله داره مطرح میکنه. از اون حالت اکتیوی که مردم باید برن تو خیابون رو بزنن و ببرن، و شما یادتون میاد تو خیابون ها عمام پرونی بود و بزن و بکش و نمیدونم یقه اینو بگیر و یقه اونو بگیر، یهویی چی شد؟ گفت پیس، اومد پایین، سیستم رو کشون پایین. از این نظر. ولی اینکه به خاطر مسئله وکالت، یعنی ایشون اومده باشه آقای عالی پیام وکالت رو گفته باشه مطرح کنین، وجدانن و حقیقتا نکرده این کار رو.
اجازه بدید ببینید قبل از اینکه آقای احسان کرمی بیاد این پتیشن رو درست کنه و آقای حافظی این دوتا آدم جمهوری اسلامی این پوست خربوزه رو بذارن زیر پایشون، ایشون تو اون مصاحبه‌ای که با اینترنشنال بود یا من و تو که دست رو گذاشت رو سینه‌اش گفت به من وکالت دادی، من وکالت ندارم، من میخوام برم تو سنای آمریکا صحبت کنم، میگن تو کی هستی؟ میگم من وکیل مردم، من میگم وکالتت کو؟ مردم به من وکالت بدن که پشتبندش آقای احسان کلمی پتیشن رو انداخت و ایشون تشکر کرد و موزه گیری. شما تلفنی که ایشون به خانم شهناز سرانی زده یاد رفته؟ ایشون دقیقا تو وسط ماجرا بود، آقای مشتبه واحدی و غیره و غیره داشتن گلو پاره میکردن برای این وکالت، همشون طرفداران ایشونن و ایشون هم هیچ وقت نگفت که من با این مخالفم. ما تشکرم کرد از کسانی که از اون 440 هزار نفری که به ایشون وکالت دادن. نه ایشون بعد از اون مصاحبه ای که تو من و تو کرد، من و تو بود یا اینترنشنال دقیقا خاطرم نیست، دست گذاشت رو سینه‌اش گفت به من وکالت ندادین، من وکالت ندارم از طرف شما. اینو شنیدیم همه دیگه. بعدش این پتیشن وکالت رو افتاد. خب ببینید، البته من یه جایی تصدیق کنم، شما گفتید آقای دکتر، درودم میگم به دکتر سعید صدکوی عزیز، خوش آمدید به اینجا، خوش آمدید. من اسم شما رو هم وارد میکنم بالا بعد از که صحبتم تموم بشه. آقای عالی پیام، این که ما بیام بگیم آقای فلانی میگم آدم جمهوری اسلامی، من اینو رد میکنم، برای که ما مسئولیت داره. یعنی ما الان یه چیزی میگیم اینطوری بار داره، من نمیتونم الان یه کاری مخالفم یا موافقم بگم فلانی آدم جمهوری اسلامیه چون من مخالفشم. نه نمیتونم. نه الان من به شما میگم نه نه من و حرفی که میزنم پاش هستم، دلیل دارم. آقای زرابی عزیز، در جمهوری اسلامی کسی که در صدا و سیما کار میکنه 7 حلقه دورش خب از همسایه هاش و فامیلاش و دوستاش و همشاگریاش و بچه های دوران سربازیش و اینا این بررسی میشه، خصوصا کسی که تریبون زنده در اختیارشه. من فیلم موشوم رو اون سال 80 تو لابراتوار صدا و سیما کار کردم. اون موقع 3 لابراتوار تو ایران بود، یکی بدی بود، یکی فیلمساز، یکی صدا و سیما. پول میدادی فیلماتو میشستن. فیلم من نگاتیف 35 بود. این فیلم من موند 18 سال. رفتم که گفتم میخواستم از کشور خارج شم، گفتم فیلممو بگیرم ببرم با خودم. زنگ زدم به لابراتوار که آقا فیلم من اونجاست، من میخوام بیام بگیرم. گفتن که باید به ما اجازه بدن. مکاتبه کردم با رئیس صدا و سیما، گفت ما از کجا بدیم فیلم مال توه. از ارشاد نامه بردم 3 بار، یه بارش وزیر ارشاد، 2 بار معاون مدیر کل امور سینمایی، نامه دادن که آقا این فیلم مال عالی پیامه، مال شخصیشه، نه مال تلویزیونه، نه مال ارشاده، اینو بهش بدید. آخر سر به من گفتن یه کپی بهت میدیم، اصلشو نمیدیم، شما یه هارد بیار ما یه کپی بدیم. ما هر دو برشیم بردیم صدا و سیما، از در زنجیر ما را ندن، گفتن ورود عالی پیام به داخل صدا و سیما ممنوعه. گفتم آقا من نه برنامه دارم، نه مصاحبه دارم، نه میخوام برم پشت آنتن، هیچی، میخوام برم لابراتوار این هارد رو بدم بگیرم. گفت شما نمیتونی وارد بشی. بعد منم زنگ زدم گفتم آقا نمیذارن. گفت بده یکی بیاره. دادم پسرم هم را ندادن. گفتن تو هم یه جورایی عالی پیامی. من عضو شورای مرکزی تهیه کنندگان سینما ایرانم. اون موقع آقای برنامه 7 داشت، آقای چیز دعوت کرد یه بار که شورای مرکزی بیان تو برنامه 7 شرکت کنن. اسم دادیم ما، گفتن عالی پیام خط کشتن. عالی پیام وارد صدا و سیما نمیتونه بشه. خب عالی پیام وارد صدا و سیما نمیتونه بشه، ولی آقای احسان کرمی مجری زنده صدا و سیماست. یعنی برنامه جشنواره ده فجر رو زنده ایشون اجرا میکنه. کسی که زنده اجرا میکنه یعنی هر لحظه ممکنه یه چیزی بگه. خب این آدم یوهو بلند میشه بعد از انقلاب مهسا میاد پتیشن را میندازه و سایجه، یه آدم جمهوری اسلامی نیست؟ خیلی ساده انگاریه بگیم نیست. من آقای عالی پیام، اگه شما گفتید با مسئولیت خودتون به عهده خودتونه، من سیستم و روش کاریم اینه، این کارو نمی کنم. من نام بالا رو توجه کنید، من در اینجا نوشتم با عالی پیام و زرابی و دکتر سرکویی به این علت که کاراکتر زیادی قبول نمیکنه، من مجبور شدم نامهای کوچیک رو بردارم، فقط فامیلی رو بذارم، جا نداشتش برای اینکه همه رو بگذاریم. دکتر سکویی عزیز خوش آمدید، لطفا صبر کنید آقای اشکان صحبت کنن و بعد از آقای سکویی بشنویم که کاش خیلی زودتر با ما بودن. آقای اشکان درود به شما، بفرمایید.
درود به شما و همه هموطنان عزیز در هر جای دنیا که هستن. عرض کنم خدمتتون که من واقعا چی بگم، این حاج آقا عالی پیام، چرا هم برای خودت یه چیزی میگی، میخوای خودتو پروموت کنی، میخوای شاهزاده رو بکوبی. شما که آقا دیگه پروندت مشخصه، کاردار ایران بودی در افغانستان، دیگه چی باید آدم بگه در رابطه شما؟ سابقه سپاهی بودن هم که مشخصه، یهو اومدی عابد شدی حالا برای ما. آقا یه خود خجالت بکش آقای عالی پیام، اون کاری که شما کردی در اون آقای اشکان چند سال پیششون سپاهی بوده؟ 34 سال پیش. جواب منو بده. نه بیارش بالا، بیارش بالا. کی بنداخت پایین؟ رضا جان، مامان جان اجازه بده، من خواهش می‌کنم اجازه بده وقت آقای دکتر سکویی رو نگیر با این کرندا. نه اجازه بده، برای که من بهشون قول داده بودم صحبتش تموم شد. بیارین بالا یه دقیقه. عزیزم داره بی احترامی میکنه به مهمون اتاق. نه بذارید بگه، من با رضا موافقم، این سوال رضا رو جواب بدن. من با شفاف سازی موافقم. من در چه سالی کاردار بودم، کاردار کدوم سفارت بودم و کی سپاه بودم، اینا رو بگن. بگویید، بفرمایید آقای اشکان صحبت کنید، من میبندم. بله، عرض کنم خدمتتون که آقای عالی پیام سفارت ایران بودن، تو سفارت ایران کاردار بودن تو افغانستان و الان من براتون تاریخش رو در میارم. یه لحظه فقط اجازه بدید، من همه اینا رو دارم، یه چند لحظه فقط طول میکشه، ببخشید من عذرخواهی میکنم. همه این مطالب رو براتون میذارم، اینا رو کپی پیس میکنم داخل چت. یه دو دقیقه به من فرصت بدید شما صحبت کنید تا من مطالب یه سوالی دارم. همونطور تا صبح ما میشینیم، تا صبح میچینیم، ایشون سند کاردار بودن من تاریخش رو در بیارن. باش حاج آقا، من مطالب بیشتر از اینم براتون میارم حاج آقا. بفرمایید آقای رضا. ببینید آقای محمد رضا حیدری، درست میگم اسمشون رو؟ ایشون کاردار سفارت جمهوری اسلامی در کشور نروژ بودن. جمهوری خواهم هستن، پادشاهی خواهم نیستن. خب به علت اینکه الان ایشون از طرفداران و طرفداران پروپاگورس شاهزاده رضا پهلویه، احتمالاً شما اگر تشریف ببرید در اتاق ایشون هرگز به ایشون نخواهید گفت که ایشون کاردار بوده. هرگز. خب یعنی این دوگانگی رو من متوجه نمیشم. شما باید حتما یه نفر سگ در آستان شاهزاده پهلوی باشه. ایشون هر گفت به شما گفتم این که هیچی، جاکش عالم هم که باشه این میشه آدم خوب. خب مگه رضا جان، مگه تو همین دیروز این جمع حاضر سگ آستان پهلوی نبودن؟ علی یو رنگ عوض کردن، اون اومده وسط فان دیاره میگیرن دیگه. سگ اجازه بده، من اجازه بده این استاندارد دوگانه. ببین از این بازی‌ها رو ما 40 خورده سال دیدیم. شما دونه دونه فعالا رو تخریب کردید و بردید اینا رو فرستادیدشون در خونه به چی؟ به خاطر شاهزاده. ولی ما وای میستیم جلو این داستان. این که نمیشه بذار سند کاردار بودن منو ارائه کنه. رضا جان بذار سند کاردار بودن منو ارائه کنه ایشون. رضا من دوست دارم بدونم در چه تاریخی کاردار سفارت بودم. ارتباط داری با ایران؟ با داخل سپاه و اینا ارتباط داشتیم؟ آقا جون شما که ما ازت عکس ندیدیم. اون موقع که شما برای جمهوری اسلامی نوکری چاکری میکردین، آقای عالی پیام شعر گفته بود تو ایران، مثل سینه‌شو ستاپ کرده بود جلوی رژیم وایساده بود. شما کارتون اینه بیاین بشینین سم فراکنی. شعر از نوع دوم گفتن کار هر کسی هست. مثلا شعر گفتن شد مبارزه؟ معلومه که مبارزه است. آره عزیز من. ایشون میگه آقا اسلحه داده. کو اسلحه؟ چرا خالی میبنده؟ ایشون چرا خالی میبنده؟ کو اسلحه؟ کجا داده بده؟ آقای اشکان، ما شاعری داشتیم به نام آقای سعیدی سیرجانی. ایشون شاعر بوده. آقای سعیدی سیرجانی رو زیر شکنجه در زندان به سعیدی سیرجانی مرد بود. با این مقایسش نکن رضا جان. آها اون تو مرده مرد بودی نامرده ها، اینطوری منظور دیگه. از نشانه های فاشیسم اینه که مرده این ارتباط داره با سیستم. دقیقاً این رضا جان این ارتباط داره، عالی پیام با سیستم ارتباط داره، چرا نمیخوای بفهمی؟ ببین حالا یه خبر بد میخوام بهت بدم، اجازه بده. مگه نگفتی سعید سیرجانی مرد بود؟ مگه نگفتی؟ الان حالا یه خبر بد بذار بهت بدم. آقا عالی پیام یه روز رفته تو بازداشتگاه، این کارا اگه کاری معارضه بود تو یه بازداشت میدادی. اجازه بده من آقای سعیدی سیرجانی چپگرا بود، آقای سعیدی سیرجانی مخالف پهلوی بود، ولی چون که الان مرده آقای اشکان ایشون شد مرد. خب نه ببین من کاری من به چپ مبارز بوده، مبارز بوده، اصلا زده پهلوی بوده. رضا زندان رفته ولی عالی پیام سیستم زندان نرفته.
ایشون 5 مرتبه زندان رفته به جای یه مرتبه. بابا اگه نمیدونه حال بازی ها چی کدوم زندان، برو بزن توی ویکی‌پدیا بنویس آقای عالی پیام چند مرتبه زندان رفته، برای تاریخاشو در بیاره ببینی 5 بار این آدم زندان رفته. شما چند بار رفتی آقای اشکان؟ رضا جان چند بار رفتی؟ اینو من بگم رضا جان. رضا جان بله، مثل این که من بارها توصیه کردم عاجزانه با کسانی بحث کن که شخصیت حقیقی حقوقی دارن. اول حقیقی حقوقی یعنی چی خانم آفن؟ یعنی من الان عکس خودم رو تو بیرم بذارم؟ الان میذارم خوبه؟ راضی میشی؟ شما رو الان میگیرم راست میگی آقای عشقا؟ رضا جان من عکس خودم رو بذارم درست راضی میشی شما الان؟ در خونه تو رو میبرن از وقت مبارزه کردی آقا. من که آقای عالی پیام زمانی که توی ایران بود با شخصیت حقیقی حقوقی شعر میگفت و توی مجالس اپیر میشد با شخصیت حقیقی حقوقی. حالا شما نمیتونی بله، با عروسک بازی بانو آفرین ایشون حمایت میشده. ببین اینا دیگه خودش کار اطلاعات اینا رو پروموت میکنه میاره تو بساط صحنه. از کجا حمایت شده میشه به من بگی؟ رضا جان مهمتر از این بذار آقای دکتر ببین عالی پیام همه میدونن موره سپاهه و این یک آدم یه شخص پرنویسی دیگه. حالا آقای ایشون رضا چرا ببخشید آقای اشکان این همه که میگن همه میدونن موره سپاهه همه کیه دقیقا به من چرا بودش با این؟ عجب این داستانو اجازه بده نذاشت اصلا ارائه بده کاش می اجازه بفرمایید اسنادش ارائه بده. ببین من این داستانو تمومش میکنم. ما وای میسیم مثل شیر این داستان که هر کی نگردن نمیدونم هر کی نوکری شاهزاده رو نکنه اینا بیان بگم مهره سپاهه کل این بازی رو میبندیمش. آقا این داستانو ما باید تختش کنیم. اینا نشستن هر کسی بیاد به شاهزاده چیزی بگه میگه او این سپاهیه این مامور سپاه از جمهوری اسلامی پول گرفته. جمعش کنید این دکون ما تختش میکنیم. 44 سال عمر ما رو گذاشتید رفتیدیم دلقش بازی ها رو در وردید یکی یکی همه رو بردیم تخریب کردید همه هم گذاشتن در رفتن. ما در نمیریم ما وای میسیم انقدر میجنگیم تا یا ما شما رو میندازیم پایین یا شما ما رو میندازید پایین. آخرش اینه رضا جان صحبت رو میگن این آقای اشکان همون آقای سهرابی هستن که قبلا میومدن وارد کلاب هاوس میشدن و مخالف واقعا ماها هستن و ایشون فقط باعث تفرقه میشه. ایشون به هیچ وجه وارد بذارید دکتر سکویی صحبت کنم. ببخشید دکتر سکویی نه فهم میگم چرا به امیر حسین اعتمادی نمیگم وصله. اجازه بدید آقای کی آقا ببندید دکتر سکویی خوش آمدید بفرمایید. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای زرابی سرکار خانم آفرین نازنین جناب سهیل مزبان و مریم عزیز و شخصیت هایی که در استیج هستن و تک تک هموطنان نازنینی که در این تالار حضور دارند و نظارگر این گفتمان هستند. من اینجا با شناختی که در دنیای مجازی در طول این 3-4 ماه گذشته با آقای رضا زرابی و مادر گرامشون دارم یه نکته ای رو باید خدمتتون عرض بکنم. رضا زرابی در این حال که دشمن رژیم کثافت و اشغالگر اسلامی است و مادر گرامیش که در همین خط خطوط حرکت میکنه دشمن پادشاهی خاندان پهلوی نبوده نیست و نخواهد بود. آقای رضا زرابی ممکنه در مسائل سیاسی اختلاف سلیقه با شاهزاده رضا پهلوی داشته باشه اما هیچگاه به نظر بنده ایشون دشمن شاهزاده رضا پهلوی نیست و حتی اگر پاش پیش بیاد برای منافع ایران یک موی شاهزاده رضا پهلوی رو هم با مزدوران کثافت حکومت اسلامی عوض نخواهد کرد. هموطنان بسیار نازنینم در این دوران بسیار خطیر
در این دورانی که کشورمون، میهنمون، مردممون دارن به گونه‌ای بسیار بسیار خاص از محور جهانی محو میشن، از هر نظر که به افقی که این افق رو ایران بنامیم داره منهدم میشه، داره نابود میشه، که اولین اصل انهدام یک موجودیت فرهنگ اون کشوره، اخلاقیات اون کشوره. یعنی چیزی دیگر برای حکومت اسلام، چیز دیگری رو حکومت اسلامی برای ما باقی نگذاشت. کار به جایی رسیده که حکومت اسلامی از منفورترین شخصیت ها در این دنیای مجازی در همین باطلاقی به نام کلاب هاست داره بهره وری میکنه برای اینکه بتونه این کثافتی به نام حکومت اسلامی رو حفظ بکنه. ساعتی پیش یک رومی زده شد توسط کوروش منش که به نظر من برای رزق روزی، برای اینکه بتونه یک چند صد دلاری از دنیای مجازی و به طور کلی یوتیوب و این گونه مسائل رو نمیدونم این حرفا به دست بیاره، هر کثافتی رو میاره به عنوان مناظره در کنار هم قرار میده. آقای امید دانا که ما هممون میدونیم یک شخصیت منحرف جنسی، که من هیچ پرابلمی، هیچ مشکلی با این مسئله ندارم، هر کس میتواند زندگی خودش رو تعیین و تکلیف بکنه، اما وقتی یک یک همجنس باز رو من در آمریکا که 40-50 سال زندگی میکنم زیر ذره‌بین میبرم، میبینم اینها شخصیت هایی هستند که در علم، در علوم مختلف، اینتریور دیزاینر های بزرگ، معمار های بزرگ، در علم هنر، ادبیات، سینما، هر چیزی که بگید در نوع خودشون نمبر وان هستن. اما هرگز شما در این LGBTQ آدم هایی رو نمی بینید که در سیاست بیان اظهار نظر بکنن، خیلی کم پیش میاد. فقط در فکر این هستن، در تکاپو هستن که حقشون شناخته بشه. شما آقای امید دانا رو نمیتونید به عنوان یک شخصیت منحرف جنسی بگید که مثلا این آدم خب حالا همجنس باز، خب اشکالی هم نه، ما میگیم اشکالی نداره. ولی وقتی یک نفر منحرف جنسی شد و در جهت حکومت اسلامی حرکت کرد و مدت 10 سال از خامنه‌ای و نمیدونم سلیمانی و بزرگ و کوچک این رژیم فریاد خامنه‌ای، شاه شاهان، پادشاه شاهان، نمیدونم سلیمانی، سردار ملی دنیا، به یک باره در طول 60-70 روز گذشته میاد به اینها فوش بده. این آدم نمیتواند معرفتی رو که باید در علم سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی ما بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، اگر این آدم رو بیاری در کنار یک آدمی بسیار کثیف‌تر از خودش، خزعلی، قرار بدی، ما در واقع برای این که بتوانیم چند صد دلار از این ور و از اون ور به دست بیاریم داریم خیانتی مضاعف بر ملت ایران میکنیم. در این حال تلویزیونی که در لس آنجلس به نام کانال 1 داره کار میکنه و در طول 3 ماه گذشته به کلی استراتژی خودش رو عوض کرده، میاد میگه یک سردار سپاه اومده از خامنه‌ای ایراد گرفته، اشکال گرفته و او رو مورد حمله قرار داده. هموطنان ما باید اینها رو در آغوش بگیریم، ببوسیم، مورد مهر قرار بدیم و ازشون سپاسگزاری کنیم. عزیزانم، هموطنانم،
پرسش اساسی اینه که در چنین مقطع هراسناکی از تاریخ کشورمون که اصلا کیان و ملک و ملت در خطر نابودی است، ما برای نجات خودمون و میهنمون بعد از 44 سال داریم چه میکنیم؟ واقعا داریم چه میکنیم؟ بسیاری از فرهنگ ها و تمدن ها آنچنان دچار زوال میشند که پس از چند سده چیزی جز کتیبه و سنگ نوشته ازشون دیگه چیزی باقی نمیمونه.